خب بچه نوشتیم نو؟ آقای اجازه فردا انشا داریم باید چی بنویسیم؟ مگه موضوع انشا رو نگفتم من؟ نه آقا مدیر اومد یه خسته دادون زد یادتون رفت موضوع بدید. شد گفتی وای من آخر شمالی رو میکشمش. فقط بله در حرف بزن چوبیز خودش امروز یعنی میخواستم داستان پلیس جدیدم رو بخونم. خب بچه موضوع انشا کلاس شیشم یارو مینویسم. موضوع انشا قهرمان من. خب بچه قهرمان میتونه هر کسی تو زندگیتون باشه، هر کسی که میشناسین فکر میکنین قهرمان تو زندگیتون درباره اون بنویسید. آقا اجازه هر کی باشه اشکالی نداره؟ نه اشکال نداره. آقا اجازه فوتبالی باشه چی میشه؟ اونم اشکال نداره. آقا اجازه مختره باشه چی؟ نه ایرادی نداره. دیگه؟ آقا اجازه بازیگر خارجی باشه چی؟ نه طوری نیست. آقا اجازه دکتر باشه چی؟ خوبه ایراد نداره. آقا اجازه جکی جان باشه چی؟ اونم خوبه. آقا اجازه سامورایی باشه چی؟ اونم خوبه. آقا اجازه علیدایی باشه چی؟ اونم میتونه باشه. آقا پیکاسو باشه چی؟ نه اشکال نداره. آقا اجازه آقا پارو باشه چی؟ منم میخواستم همینه بگم. اونم میتونه باشه. بشین ازم تا یه توضیح کلی بهتون بدم. بچه ها قهرمان هر کسی میتونه باشه. پدرتون، مادرتون یا نمیدونم هر کسی که میشناسین. فقط تا فردا همه تون باید این انشا رو بنویسید. یادتونه. آقا اجازه این موضوع خیلی عمیق است. آجا فکر داره. آجا تمرکز. آجا تحقیق تفحص. آجا تنبلی چی؟ نه آقا این چه حرفیه من تنبلی؟ پس پسر زرنگی هستی ها؟ بله آقا من خیلی زرنگم. اصلی تو ده من به زرنگی معروفم. چه خوب؟ فردا پس تو اولین نفری هستی که اینجا میخونی. ها؟ ها نه آقا من گذشت دارم خودتون که میدونین. شما حاضرین سجاد براتون این گذشت فداکاری رو بکنه؟ نه. دیدی حاضر نیستن این گذشت فداکاری رو شما بکنی؟ فردا اولین نفر اینجا میخونی آقای سجاد رضایی فرزند اکبر. آخ آی چی علی؟ آقا اشتباهی میخوام لگد کردم. خودت پاتو لغت کردی؟ بله. به حق چیزایی نشنیده. امین بیا مسئله حل بود. چرا میزنی؟ یک آدم کلم میفهمم محکم دروزه از بزن بشکن. آقا من تصمیم عوض شد. چرا پارو رو بنویسم بابامو بنویسم؟ نه من میخوام بابا رو بنویسم. بی خود من باید بنویسم. نه خیرم من باید بنویسم. من باید بنویسم. باش سرمو بردین. خب دوتا دون بنویسی. آره بابا طوری کنی دوتا دون بنویسی. راستی تو چی مینویسی؟ نمیدونم باید بشینم دربارش فکر کنم. تو چی می‌نویسی؟ من می‌خوام راجبی بزرگترین مخترع دنیا بنویسم. کی هست؟ ادیسون خدا بیامرز. خنده ندارد که اگه ادیسون نبود برقم اختراع نمی‌شد و خیلی چیزای دیگه هم اختراع نمی‌شد. حتی کامپیوتر هم نداشتیم. بعدم نمی‌گه دا. اگه ادیسون خدا بیامرز نبود اون موقع چی جوری گوشی مامانی هم میزدی تو شارژه باش بازی میکردی؟ فکرشو بکن تلویزیون نداشتی. من نظرم عوض شد میخوام از ادیسون بنویسم. اه بی خود من انتخابش کردم. تو که گفتی راجبی یه نفر بنویسیم طوری نیست؟ اصلی حرفش هم نزنی. نه خیرم من میخوام بنویسم. خانم آقایون بدون باشین ادیسون مختر برق بودست نه لامپ. حالا هرچی خب حالا چرا دعوا میکنی؟ یکی دون درماره هی در چفون بنویسی. وای خب شما دو تادون بشینده هیدر رو بنویسید. بله بله هیدر چوپون خیلی از گوسفندا رو از گرگا نجات داده. اگه یادتون باشه خودی مارم اون دفعه هیدر چوپون نجات داده. سجاد به نظری من از محمد آقا بنویس سوپرمنی محل. سوپرمنی محل محمد آقا
راستی؟ تو روزی روشن؟ دمی قم خونه من؟ حالا نشونت میدم. زورت به یه زن رسیده، حالا نشونت میدم. حالا نشونت میدم. سرعت کم. حالا نشونت میدم. یه دقیقه صبر کن. اصلا ولش کن. میپرم. دیوانه. بنظرم شهرام خوده رو بنویس با خرش. زوراده ام. سلام بر اهل خونه. چه خبره اینقدر سر صدا میکنی؟ سی چیه؟ مهمون داری؟ نه مسافرم. اوه جون بالاخره مسافر رو میخونم. آره دوتا خارجی هم. وای سجا مادر اومدی؟ قربونت برم قدده برم وقت برو اسمش زینم نو خوش که بسون اسمش رحیمم روغنه حیوانی گرمون جای بسون میخوام اشکنه درست کنم برو نشو مادر قربونه. خب باشه حالا چه نقدر هول کرده؟ این همینجوره از وقتی اومدن نمیدونه چپ بره یا راست بره هولی هوله است. ای خوب اینا اولین مسافرامونم. مامانی چی ها اولین مسافرمونن؟ پا جک چی بود که با دوستاش اومد اینجا اشکنه خور؟ آن گروه توریستا که اومدن اینجا؟ اونا مهمون بودن اما اینا مشتری هم فرق نمی کنه مادری من. خیلی هم فرق میکنه. نمیخوام اینا ناراضی برن. بلند شو این پوله بگی؟ گم نکنی تو راوا. اگرم کم بود بگم مامانم بقیه شه میاره. بودو ببینم قدت برم یالا بودو میگم اینه وزا تو آتاق من. دیگه چی؟ هیچی عمری فرمایشی بسو پرو ما پرو نیستم تو پرو دوباره دست گل به آب ندی یا حواستو جمع کن. بیا بریم یک کمه دونکو کار دارم. برو برو تو دخته برو ده زود باش مجزه اینه آوردم ننه خب بده ببرم اول بگو بینم مال کدوم کشوره؟ نمیدونم چه شکلی هم ننه؟ نمیدونم من ندیدمشون تا حالا. تو چی طور اونا ندیدی؟ اونا وقت اومدم من مدرسه بودن اون وقت هم که من اومدم اونا داشتن استراحت میکرد تو اتاق. چه بد شد خبری مرگم و منم داشتم نون میپختم آنه ایمدم بیرون بده ببرم با چی چی اومدن ننه؟ من رفتم خدا به چون به چاقه دی من برم به کارم برسم دست درم از اونه ماشتم کاری نداری خدا حافظ سلام برسم بام بده خدا آقا سلام علیکم بسته نباشی ما کارم میداری دادم دوتا بسته ما کارم میگورم دسته به ما بده بفرمای اینم چیزایی که خواسته بودی دستت درد نکنه پسر گلم ماما قربونت برم این سبزی ها ریز پری بگیر برو بیخیسون نمه کم توش بیریز بودو بودو زور شو ماما من خستم ها منم خستم ها حالا نما اینجا نشستیم داریم خودمونو باد میزنیم صبح تا حالا بگی خدا
بودو ماما بیبی همه ایمون دستمون بنده سزیزم برو یه باش خواب بده باش. وای پاک به سرم دختر رو دوغ درست نکردین سجاد بودو بودو ماسا بیا تو هم بیجه بیجه برو اون پارچه برده بیا ببینم بودو عزیزم کلی کار داری پاشو قربونت برم بلم که ماما میخوام بخوابم پاشو ماما دیگه عصر شده عزیزم هوا تاریکه بلند شو برو یه در بر من شیر بگیر میخوام ماست به ماستونم من باید این شامو بنویسم یقی میخوای تو خواب هم بخونی یا هم بنویسی آره ماما من با این اقامت گاوه از دست زندگیم انداختی مامان جون الان زود هوا تاریک میشه اول برو به صبح بعد بیا مشقاده بنویس چقدم که تو درس خونی همیشه خدا یا داری میخوری یا داری میلون بونی یا داری بازی میکنی ماما ببین چی میگه بس کن تو دیگه بلنشه ماما تا سرم خلبه تسا میخوام زود تر کارو ما بکنم وقت قربونت برم وای قربونه پسر چیم برم سجاد بله ماما دب برا دب ها دب برا هستی بده دب برا دب برا بدون دسته در نکنه دسته در نکنه خدا خدا زود بیا هلو باشیم هاو هاری مای برادری سجاد بشه میگم من خیلی پسری با تربیتا با شخصیتا ما با مایبا وا برای چی بگم؟ وا میگه اون بدن خواستگاری که اینا رو میگه؟ میگه فقط برای خواستگاری از هم تعریف بکنن از این دوتا توریست نباید بدونن جلوشون چه آدمی باشد است که بعد برن برای همشهرشون تعریف کنن هیچی نکن آبر ما بردی جلو دوتا توریست چرا اینجوری میکنی؟ بیا در دبه بگیرا برو باشه فقط ازشون یه سوال کنم باشه؟ چه سوالی؟ پری بهشون بگو قهرمان شما کیه؟ این دیگه چه سوالیه؟ من به شما گفتم بپرس پری خب برای چی بپرسم؟ برای این شما میخوام اون رازه به یه قهرمان بنویسم میخوام این شما با کلاس بشه با کلاس مای برادریز کیوریس تو نو هویز یور هیرو My hero is Superman. وای سوپرمن. اتفاقا هم خودم بهش فکر کرده بودم. به تو رو شوخی میگفتن سوپرمن محمد آقاست. چرا محمد آقا؟ مشرحیم که به سوپرمن نزدیک ترس. چرا مشرحیم؟ خب سوپری داره دیگه. یخمک. ما هم رفتم. برو زود بیا. بودو. باش. شیره رو نریزی. گمو و شما اینقدر به هم نزد چون برو کار داریم برو وای میکنه اینم نیستش مرد
نترس چرا؟ چراغ برای چی روشنه؟ برای چی خاموشش کردی؟ اینجا این همه این پر نور یا روشنه دیگه، لامپ برای چی؟ عقل کل، من که برای روشنیش روشن نکردم. از تو اینگه دیونه. آقای عاقل، اون وقت شما این در یخچال باز گذاشتین مشکل ندارد نه؟ این فرق میکنه. بله. و تو اصلا برای چی این چراغ روشن گذاشتی؟ میخوام حسی ادیسون رو درک کنم. حسی ادیسون؟ خودت هم مسخره کن آقا حمید. بابا خاصی یه چیز میگادم خندش میگیره. اصلا هم خنده نداره. من دارم راجبی کسی مینفسم که با این اختراعش دنیامون رو عوض کرد. خیلی هم عالی. بله بسیار درست. حالا برو مزاحم نشو، میخوام برم تو اسم لامپم روشن کن. چشم، الان میام لامپم برات میگیرونم که همچین بری تو حس. هرگز نشد فراموش چی لامپی اضافی خاموش بعده. آرزو، طوری شده؟ بابا، تو حالا چند تا خلافکار رو کشته؟ چی؟ چند تاشو زخمی شدن. تو حالت خوبه؟ تو حالا کسی دستتون در رفته؟ ها، چی تو شده؟ چی دارین میگوین؟ دستت بذار رو پیشونیش ببین تب داره؟ آرزو، بیا ببینم تب داری؟ وا. بچم کجا تب داره؟ بابا، تا حالا چند تا عملیات با موفقیت تمومش کرده؟ تو بگی قرار نبود ادیسون رو بنویسی؟ نظرم عوض شد، میخوام از بابا جونی خودم بنویسم. بی خود، من میخوام بنویسم. نه خیرم، من باید بنویسم. گفتم که من باید بنویسم. سجاد ماما، هر این نوشتنه تموم نشده؟ نه ماما، نیخته دیگه مونده. خب، پس زود تر بنویس و وقت بریز مشهی در شیره بسون، دیگه حالا اومده است. باشه، ولی ماما نمیدونی چه نشای شده است؟ حالا چی نوشتی؟ سوپرمن دیگه. با، سوپرمن دیگه کیه؟ نگه تو فیلم ندیده، یه آدمی است که یه زور رای داره، کارهای عجیب و غریب میکنه، ماشین بالا میکنه، لاستیک بالا میکنه، این آدم آره نجات میده. اینا همش مال تو فیلم هست. خب آره. مرد ارزه ندارید یه لاستیک بلند کنید، بهش میگن قهرمان. آدم باید تو زندگیش قهرمان واقعی داشته باشه. راست میگویا؟ خب کیه بنویسن؟ من نمیدونم، از هر کی میخوام. قهرمان تو کیه؟ قهرمان من؟ بابا اکبر آقا. بابا؟ آره؟ بابا چه قهرمانی برای تو کرده؟ با همکش که به من تو با دوتا خورده سیر میکنه، خودش قهرمانیه. اصلا بلند شو برو شیره بسیره بیا ببینم. باشه، یه نیم سال دیگه میرم. آجخ تازه میخوام این شما عوض کنم، آرزوی قهرمانی واقعی بنویسم. میگی همو میخوای از اکبر آقا بابات بنویسی؟ از اکبر؟ از بابا؟ نه. پس حالا میخوای از کی بنویسی؟ از لیونل مسی. من که نمیشناسم، اما اگه میدونی خوب اسم بنویس. اسم خوبم اون ورتر است. نمیدونی چقدر تو دنیا طرفدار داره. خب زودتر مشق خدا بنویس تا منم برم دب شیره بردارم و بیام. تو نرفتی. باش.
عوضش میکنم، واسه عوضش میکنم. هیدر کجای؟ ها چرا بوده ای پا؟ بابا این گوسفند داره زود بیار خونه. میدونی اگه بزرگشان دیگه نمیتونی از پسشون بر بیار؟ حالا این حرف رو ول کن. مامانم شیر میخواد، میخواد ماست درست کنه، ماست. چشم بیار تو یالا. سلام گوسفند، حال شما؟ بفرم میگه ما میره آب داری ایمت هیش نمی این دب شیره برش کن برم تو تا آب بخورم الان میام. خودشیست؟ نمیدونم، بذار از برم از خودش بپرسم. نمیدونم بسی شاید خودش نباشه، شاید یه فرمان لاشه. نمیدونم. هیره ای توی؟ یعنی توی زمانی کشتی گیر بوده؟ با خوارت جا کشتیم گرفتی؟ گرما چهت همه دار داری؟ زیاد ها؟ هیداری کشتی؟ قهرمان کشتی هیدر چوپون؟ ماما ماما ای اله قربونت برم، دستت درد نکنه، گرفتی؟ آره ماما، یه دقیقه بی بشین اینجا کارت دارم. ها بگو کارم داری. ماما این هیدر چوپونت چقدر میشناسی؟ خب چوپونه اینجاست. یعنی کشتی گیر نبوده؟ نه، ما تا یادمونه چوپونه اینجا بوده، از گوسفند دارم میبرده صحرا. پس اون عکس را فوتوشاپ کردست، اون مدال آدم خریده. فوتوشاپ کردست؟ چی خریدست؟ هیچی بابا، یه عکس جوانی آشیدم، اون سک و قهرمانی کشتی بود، اونم کنار خارجی ها.
عروسک و قهرمانی؟ عجب خالی بندی است. خب زبون نداره. عجب مردم عکسش نو فتوشاپ میکنن تا برای اینا اون کلاس بذاره. معلومه چی میگو؟ زنبس هی در اهل کلاس ملاس نیست. سرش تو کار خودشیست. با کسی هم رفت و اومد نمیکنه. پس چرا این کار کرده؟ میگه نمیگو این همه چوپونی اینجا بوده؟ حالا 30 سالست که اینجا چوپون بودست. دیگه من نمیدونم. 30 سالست؟ میگه اینجا به دنیا نایمده؟ نه اینجا به دنیا نایمده است. اما از وقتی که اومده است همه خونه چیه که توی زندگی بکنه دا خیری دیست آ چپونه ده شده است ماده. پس کجا اومده؟ نمیدونم ماده زبون ندارد که ازش بپرسیم که فقط میدونم و فامیلش فرهادی است. فرهادی؟ من میرم و میام. کجا کجا؟ میرم زودی میام. زود بیا یوا کار دارم. و ببین مطمئنی خودش بودست؟ آره بابا مطمئن. نه از خودش که پرسیدم و سرش تکون داد. گفتی مامانت گفته فامیلش چی بودست؟ فرهادی. فرهادی فرهاد. الان جواب سوال دادم. میگم اما استوری فقط جواب سوال من رو بده. جواب تو اینجاست. جواب منو میخواد تو اینجا بده؟ یاده معروف باشه دا تو اینجا میشه پیداش کرد. رمزم داره؟ پنه داره؟ گوگل. خب بزن تو بیر بلا. هیدر فرهادی خودش است. همین عکس بود. این؟ آره همین. دختر پایین تمرین حیدر فرهادی متولد سال 1338 در اصفهان است. او کشتی را از نوجوانی آغاز کرده است. در سن 18 سالگی به عضویت تیم ملی کشتی ایران در آمد. 2 سال متوالی در مسابقات آسیا قهرمان شد. در سال 1155 به طور غیر منتظره از کشتی کناره گیری کرد. پس واقعا کشتی گیر بودست. اونم قهرمانی آسیا. آ چرا یهو ول کرده است؟ آ چرا اومده اینجا چوپون شده است؟ نمیدونم. باید بریم از خودش بپرسیم. آخه چی جوری بریم از خودش بپرسیم وقتی نمیتونه حرف بزنه؟ بعد چی جوری؟ ها فهمیدم. شاید دهیار بدونه. میریم ازو میپرسیم. پس بودو تو بریم. بلند شو. سکون خاموش کنم. فلش کن. بابا اینجا بابا برقی داریم. کلمه میکنه. بابا برقی دیگه کیه؟ قاچونم اسراف و اینا حساسه. ها ها ها. پا بیتو بریم. بریم. مطمئنی؟ آره 100%. تو خونش عکسش دیدم، تو اینترنت هم دیدم. با همون اسم فامیل. مطمئنم که خودش است. آره راست میگه. یعنی حیدر چوپون یه روز قهرمان آسیا بوده؟ از قد و هیکلش معلوم است که ورزش کار بوده. آخه باورش خیلی سخته. چوپونمون کشتیگیری بزرگی باشه؟ کنار گوشم آخادم خبر نداری. یه بارم نشد من برم خونش. این هم هم اومد تو این قهوه خونه برم. اما یه بار نکردیم ازش بپرسیم چی کاره؟ از کجا اومده؟ چطوری میخواست جواب دونه بده وقتی لاله؟ تو برای تو حرف زدی؟ راست میگه چطور جواب میده وقتی لاله؟ ولی یه چیزی وسط عجیبه. تو اوجی معروفیت عقب کشیده. راست میگه تو اوجی معروفیت کی عقب میکشه تو این کشیده؟ آره برای چی؟ مورد مشکوک میزنه. میدونی چرا؟ کسی میکشد کنار که خلافی کرده باشد بعد تازه بیاد تو ده کسی نشناسدش. شاید یه قاتله. چیزی که تو اینترنت ننوشته بود. خب یه وقت کسی نمیدوند کار اینه یا عمدن سرصداشه در نیاوردن که آبروی مملکت نره قاتل باشه یه قهرمانی کشور. نظرتون چی چیه آقای دهیار؟ چی بگم والا به نظری منم خیلی مشکوکست. یه همیشه یه توفنگیشه کار همراشست. اون که مالی حمله گرگاز. اگه تو حرف نزنی نمیگن لالی. نکنه لالش الکی باشه تا چیزی لو نده. شایدم برای همینه حرف نمیزنه که لو نره. یعنی واقعا یه جنایت کاره؟ میگم خوبه یه کاری بکنی بریم جناب سرهنگا ورش داریم بیا بگیردش ببردش. نمیشه که بی خودی به کسی بختون بزنیم.
باید ببینیم واقعا اونی که فکر میکنیم هست یا نیست. کاش یکی با ازش تحقیق میکردیم تا مطمئن بشیم. یکی هست که همش میمه تو این قهوه خونه با میرفت دنبالش بود. فکر کنم رفیقش هست. خب کیه؟ نمیشناسمش. مال این دهه که نبود. فقط میمه دنبالش میرفت. مال کوپا. دوباره تو حرف زدی؟ یکم که خبر داره نمیذاره حرف بزنه. بیا بینم صادق. بله جناب دهیم. تو از کجا میدونی مالی کوپاس؟ آره از کجا میدونستی؟ دقیقا از کجا میدونستی؟ شما چی میگون؟ خودم دارم ازش میپرسم. بعدش داریم کمکتون میکنی؟ کارتون رو راحت میکنی؟ شما یا ساکت باشین یا وقتی بریم بیرون. خودم دارم ازش سوال میکنم. باشه ساکت میمونی. راستش داشتم واسهشون چای میبردم. داشت واسه هیدر میگم. امسا کوپا خوش سالیه. کلی باقشون هم خسارت دیده. اسم فامیلشو نمیدونی؟ اسمش علی قربانیه. یادم وقتی کارتشو داد بدم به محمد آقا حساب کنه دیدم. باری کلا شاگردت خیلی بچه باهوش زرنگیه. خیلی. مگه اینکه شما بگو. شما نمیشناسیش. اصلا نمیشناسی. الو، آیا عباسی؟ شمارشو پیدا کردم. قرار است برام پیامش کنه. خب، خدا را شد. یه زنگی بهش بزن، ببینیم چی میگه. الو، آیا علی قربانی؟ جانم، خودم هستم، عزیزم، بفرما. ایشون ده یاری دیمونم. خیلی هم خوابم. دارم حرف میزنم. و چه خبره اونجا؟ چی داره میگی؟ ببخشید صدادون رو بلنگوست. یه سوال دارم خدمت شما. همه میخوان جوابشو بشنون. چه سوالی؟ من در خدمتم. شما هیدر فرهادی میشناسی؟ هیدر؟ بله بله دوستمه. چند ساله میشناسینشون؟ ببخشید چطور؟ آخه ما یه چیزی ازشون دیدیم. خیلی سوال برامون پیش اومده. چی دیدین؟ یه به ساده عکسایشون رو توی اینترنت دیده است. انگار قبل از انقلاب قهرمانی کشتی آسیا بوده است. درسته؟ بله تو دبیرستان نصف توی کلاس بودیم. هم درس میخوندیم هم کشتی تمرین میکردیم. کشتیگیر خیلی خوبی بود. خیلی هم زود پیشرفت کرد. تو مسابقات استانی اول شد. دیپلم که گرفت انتخاب شد برای مسابقات آسیایی. دو سال پشت سر هم قهرمان شد. پچرهای دامه نداد و کناره گرفت. سال 55 به خاطر فعالیت‌های انقلابیش دستگیر شد و افتاد زندان. انقلاب که شد آزاد شد. جنگ شروع شد جز اولین کسایی بود که رفت جبهه. سه سال بعد مجروح شد. بدنش پر از ترکش بود. یکی از ترکشاش به تارای صوتیش آسیب زد و بقیهش هم که میدونی. پس برای همین است که بی‌زبونی میتونه حرف بزنه. پس چرا اومدیس اینجا تو دیم و گوسفند ما رو میبره صحرا؟ چون ادعایی نداره آقا. چون اعتقاد داره بزرگی آدم ها به شغل و شهرتشون نیست. الو؟ الو؟ من که هنو باورم نشدست. گرما قهرمان ما کنار گوشمونه. راست میگویا؟ گرما من میخواهم شما عوض کنم. منم میخواهم شما عوض کنم. بیا بریم. بریم. قهرمانه. من انسانیست که نزدیک به ما بود. هر روز می دیدیمش، سلام می کردیم، ولی ما نمی دانستیم. سر به سرش می گذاشتیم، ولی نمی دانستیم او کسی است که زبانی، سلامتی و تمام آرزوهایش را فدای آزادی وطنش کرده است. او می توانست دنبال آرزوهایش برود، دنبال شهرتی که همه ما آرزویش را داریم، ولی نرفت و ایستاد. ایستاد وطنش پر شد از ترکش و صدایش خاموش شد.
و دیگر کسی نشنید صدای مهربانش رو. ولی اعتراض نداشت چون دلش آرام بود. حیدر قهرمان من است. حیدر افتخار ماست. من نیز میخواهم روزی مانند حیدر باعث افتخاری میهنم باشم. قهرمانی واقعی هستی. بله شما بخش ما این همه سال از شما غافل بودیم. پهلوان حیدر، شما قهرمانه این روستایی، شما افتخار مایی. بدون دست قشنگ رو